روزانه الان آماری دارید که چند بسته پستی از فروشگاه اینترنتی تحویل و به خریداران ارسال میشه؟ به ما تو 8 ماه 3,600,000 که اشاره کردم، اگه شما یک جمع تفریق بکنید، یعنی ما روزانه ماهانه یه چیزی حدود 450,000 تا مرسوله تحویل میگیریم که اگه 22 روز کاری رو حساب بکنید حدود 20,000 تا 25,000 تا در روز روزانه کالایی است که ما در حقیقت بسته و عملی که توانمندی و پتانسیل ارسال چه تعداد کالا بیشتر از این رو داره پست؟ ببین، ما روزانه بین 2 تا 2.5 میلیون مرسوله رو تو کشور داریم جابجا میکنیم. خب بخشش امانته که تو این چیز نمیاد، بخشش هم باز تجارت الکترونیک هست، منتها از طریق گیتوی ما نیست و خب شرکت ها فعالن، از بستر پست میاد. ما اگر اونا رو هم حساب بکنیم، البته حجم بالاتر. این بحثی که من اشاره کردم فقط تعداد مرسولاتی است که از طریق گیتوی ما وارد شبکه پستی و توزیع میشه. غیر به اصطلاح گیتوی ما هم شاید مثلا 20% هم اگر به اصطلاح به صورت غیر گیتوی ما هست که اونم اگه حساب بکنیم باز خودش یک رقمی هست. ما این آمادگی رو داریم که روزانه تا 500,000 تا، یعنی 20 برابر ظرفیت موجود رو هم بتونیم توزیع بکنیم و این بستر فراهم بدیم. و اینکه چه جذابیتی، چه ویژگی رو در واقع پست در اختیار شرکت‌های اینترنتی یا فروشگاه اینترنتی میذاره که از طریق پست در واقع این اتفاق بیفته، ارسال در واقع کالا و توزیع کالاشون از طریق پست؟ ببین، ما طبیعتاً به صورت شبکه توزیع گسترده‌ای که تو شهر و روستا داریم، خب هیچ به صورت مرکز توزیع همچی شبکه‌ای رو در اختیار نداره. ما حدود 10,000 دفتر آی سی تی روستایی داریم که اینا هم بحث قبول رو دارن، هم بحث توزیع رو دارن. ما حدود 3,000 نمایندگی پستی داریم به غیر از 10,000 تا، یعنی ما 13,000 تا روستا به طور مستقیم نیرو اونجا داریم که هم بخش قبول و هم بخش توزیع رو بر عهده دارن، که برخی از این دفاتر آی سی تی ما 3 تا 4 تا روستا رو پوشش میدن، برخی از نمایندگی‌های ما 2 تا 3 تا روستا رو پوشش میدن. ما به نوعی در تمام روستاها هم بحث قبول رو داریم، هم بحث توزیع داریم، تکلیف و الزامه که باید داشته باشیم. خب این شبکه‌ای است که هیچ به صلاح بخشی در اختیار نداره و اتفاقا نیاز مردم روستا هم به این خدمات بیشتره، چون از شهر فاصله دارن و نوعا این فروشگاه هم وجود نداره، نوعا به صلاح نیاز به این سرویس بیشتر در نقاط دوردست و غیر برخوردار محسوسی که پست این شبکه رو داره و برای شرکت های دیگه اصلا توجیه اقتصادی نداره که خواسته باشن این شبکه رو ایجاد بکنن. از جهت تعرفه ای ما تلاشمون این بوده که تخفیف هایی رو قائل بشیم برای خدمت شما از کنم فروشگاه ها. ما قبلا خب برای ثبت نام یک رقمی 500,000 ریال میگرفتن که ما اونا همه رو حذف کردیم. یعنی یک سری کارهایی داریم میکنیم که خدمت شما عرض کنم هم قیمت تمام شده کاهش پیدا بکنه، هم خدمت شما عرض کنم که سرعت سیر رو افزایش بدیم که انشالله متقاضیان و هم فروشگاه ها رغبت داشته باشن که از بستر پست کارشون رو انجام بده. و برای آخرین سوال میخواستم ببینم که یه شایعاتی مبنی بر این که پست با فروشگاه بین المللی داره یه قراردادهایی میبنده مثل آمازون یا ای بی، داره یه قراردادهایی در واقع مستقیما منعقد میکنه که کالاهای اونها رو هم در واقع بتونیم به راحتی وارد ایران کنیم و خریدارانی که قصد خرید از این سایت های اینترنتی یا فروشگاه اینترنتی رو دارن به راحتی بتونن این کار انجام بدن. آیا صحت داره این؟ ببین، ما مذاکراتی رو داشتیم به اصطلاح هم به صورت نامه‌ای هم به صورت مذاکره‌ای و هم یک سری شرکت های داخلی که در حقیقت با طرف قرارداد ما هستن مذاکرات داشته، منتهی بحث دو طرفه است، هم کالاهای ایرانی رو سایت اونا قرار میگیره و هم شهروندان ایرانی بتونن خرید داشته باشن از اون سایت ها. خب این تو تمام دنیا هست، مثلا مثل همین الان که شما اگر خریدی داشته باشی از اون بر انجام میگیره، منتها شما الان مشکل داری به جهت پرداخت های مالی، شرکت ها در حقیقت تسهیل میکنن پرداخت ها رو و همچنین ما در حقیقت یک به جهت مباحث و ممنوعاتی که داریم یک محدودیت هایی رو ایجاد کردیم که مثلا اگر مثال میزنم 8 میلیون خورده ای مثلا کالا رو سایت ای بی هست، ما 1 میلیون خورده ای از این کالاها رو سلکت کردیم و شما الان وارد سایت ما بشید بیش از این نمیبینید، به جهتی که اون ممنوعات چه از جهت فرهنگی، چه از جهت گمرک، چه از جهت به اصطلاح بهداشت و درمان، خب اینا ممنوعه. ما طبیعتاً
به صورت جهت فرهنگی یا به صورت چیزایی که خب ممنوع داخل کشور ما اینا رو حذف کردیم. خب در حقیقت اومدیم تسهیل کردیم خرید مردم کشورمون رو از این شرکت ها و برعکس ما کالاهامون رو بتونیم عرضه بکنیم در سطح بین الملل، مثل زعفرونمون و مثل پستمون و مثل خالیمون و اون چیزایی که باز اجرت گمرکی مشکل نداره یا تو اون سختی که امکانش هست. خب اینم باز به نوعی رونق کسب کار داخلم هست، زمینی که هر شهروندی حق انتخاب داره، ما نباید دیوار دور خودمون بشیم. اینا رو ما مذاکرات اولیه رو انجام دادیم با برخی هاشون که کار همین الان هم شما میتونید خرید رو انجام بدید، بعضی هاشون هم در حال مذاکره ایم که ان شاءالله به توافق برسیم توسعه میدیم.